بهاریه. گفتگوهای نوروزی با هنرمندان مقاومت. بینندگان عزیز سلام عرض کنم خدمت شما و باز هم عیدتون مبارک و 100 سال به از این سالها. در روزهایی که دیکتاتوری حاکم با سرکوب و سانسور تمام تلاشش رو میکنه تا ناامیدی و یأس و ناتوانی رو بر جامعه حاکم کنه، هنرمندان مقاومت ایران پیام‌آور امید و شور و سرزندگی هستند و همین روحیه و همین انگیزه رو فراگیر میکنن. این افتخار رو داریم که در این قسمت از ویژه برنامه‌های نوروزی سیمای آزادی در خدمت یکی از همین هنرمندان پرشور و خستگی ناپذیر مقاومت ایران باشیم. خانم گیسو شاکری میهمان نوروزی این بخش از برنامه ما هستن. خیلی خیلی خوش آمدید و درود بر شما. نوروزتون خجسته. سلام میکنم به شما و تمام دستاندرکاران سیما و تمام عزیزانی که در ایران ما رو میبینند، به تمام شورشگران، به تمام زنان مبارز و به تمام خانواده هایی که قلب من باهاشون میتپه و در کنارشون دلم میخواست باشم. زنده باشید، خیلی خوش آمدید. ما هم برای شما سالی سرشار از موفقیت آرزو میکنیم. چه هفت سین قشنگی، فضا بهاری بهاری. امیدواریم که بتونیم یه گفتگوی نوروزی با هم داشته باشیم. البته ببخشید من شما رو قطع میکنم. این هفت سین امیدوارم که یک روز در ایران، در خاوران، در کنار عزیزانمون در ایران باشیم. البته اینجا سمبولیک من عکس تمام اون عزیزان رو گذاشتم که واقعا با یاد اینها هستیم و با یاد خانواده هاشون. حتما به زودی در بهار آزادی این هفت سین ها رو در خاوران ها و در مزار این عزیزانمون خواهیم گسترد. درود بر شما، چه کار زیبا و نمادینی کردید. البته که تک تکشون حضور دارن در جمع ما و جاشون سبز و رویان. اتفاقا خوب شد که اشاره کردیم به موضوع. خانم شاکری، الان سال هاست که عید نوروز برای مردم ایران با رنج و درد زیستن در سرزمینی اسیر همراهه. سال هاست که سایه دیکتاتوری بر سفره های هفت سین حاکمه. در چنین شرایطی چطور میشه عید گرفت؟ چطور میشه از شادی گفت؟ ببینید در تمام طول این سالها همونجور که خود شما گفتین، با تمام این قتل عام‌ها، با تمام این فقرا، بیکاری‌ها، زندانی‌های سیاسی، عزیزانمون که واقعا دستگل دستگل جوونه‌های بهاریمون و اینا زدن، سرما سرما و سیاهی این رژیم زد بهشون، اما این امید برای آزادی مثل طبیعت که ما امید داریم زمستون و سیاهی بره، بهار و سرزندگی بیاد، این در دل مردم بوده و همینه که این جانیان واقعا با همین امید مبارزه میکنن، اینو میخوان از بین ببرن. اما خوشبختانه ما میبینیم که خانواده هایی که واقعا سخت‌ترین لحظات زندگیشون رو برای از دست دادن بچه هاشون میگذرونن، اما میرن سر مزار بچه هاشون نوروز اونجا جشن میگیرن. یعنی که این در حقیقت مبارزه برای ما، این برای اینکه در تمام طول این سالها این رژیم و این ولایت فقیه و این ارتجاع اصلا پوسیده سیاه تمام سعیش بر این بود که امید رو بکشه و نمیتونه، چون مردم به این امید زنده ان و نوروز نشانه و سمبولی از این امیده که شما میبینی ها نوروز چهارشنبه سوری رو دیدین که چیکار کردن واقعا مردم با تمام بگیر و ببندایی که بود، و نوروز همینه که سرزنده و شاد مبارزه میکنیم برای یک ایران آزاد، برای نوروز آزادی.
اینه که واقعا این رژیم نمیتونه کاری بکنه. ما مبارزه میکنیم، مبارزه کردیم و خواهیم کرد تا این سیاهی رو به قعر چاه بندازیم. زنده باد، زنده باد، افتخار بر شما. همین حس زیبا هست که قلب ها رو به هم پیوند میده خانم شاکری، و به رغم همه سختی ها و غم ها و درد ها و داغ ها بهار رو زیبا میکنه، و البته که بهاراوران بهار آزادی رو به میهن ما خواهند آورد. خیلی متشکریم خانم شاکری. اگه موافق باشید از مجموع کارهای هنریتون در سال گذشته برامون بگید، از حضور درخشانتون در اثر باشکوه طوفان پیروزی تا حضورتون در برنامه ها و تظاهرات های مختلف و اجرای ترانه های پرشور، از همین سال برامون بگید و از انگیزه های خودتون برای همین فعالیت ها. اگه من مقایسه بکنم با مبارزان کانونای شورشی، با مبارزات خود شما، من اصلا کاری نکردم، هیچ کاری نکردم. باید خیلی بیشتر از اینا کار بکنم، یعنی مبارزه بکنم. کار هنری برای من مبارزه است، مبارزه با این رژیم، چون هنر رو من اصلا به گونه دیگری میبینم در این شرایط خاص که یک چادر سیاه ارتجاع و سرکوب بر ایران حاکمه. ولی به هر حال در حد توانم هر کاری که بتونم و میکنم. بیشتر باید ولی انجام بدم. در سال گذشته چند تا کار داشتیم، شما صحبت کردین از طوفان پیروزی. واقعا باید بگم همینجا فرصت رو غنیمت میشمارم و میگم چه افتخاری داره این مقاومت با داشتن هنرمندی مثل آقای شمس. واقعا با این کار سقف زد در هنر مقاومت، در هنر ایران. یعنی این طوفان پیروزی کاریه که من در تاریخ موسیقی ایران زمین ماندگار خواهد بود، چون ایشون یک توانایی خاصی دارن، هم در شناخت از موسیقی سنتی، هم شناخت از موسیقی کلاسیک غرب، و این تلفیق و شناخت و تلفیق شعر و موسیقی، و اصلا یک کار بی‌نظیره. من بذار اینجا اعتراف کنم که انقدر این کارو دوست دارم، به ندرت من کارهای خودم گوش نمیدم، ولی انقدر این اثر رو دوست دارم که همه اثرها رو دوست دارم، ولی این اصلا یه چیز بی‌نظیریه. به هر حال این کار با حضور هنرمندای عزیزی که با هم همکاری کردیم، یک مجموعه کار بی‌نظیری از آب در اومد، و باز هم تشکر میکنم از هنرمندای دیگه‌ای که در این کار همه همدیگر رو همراهی کردیم و این اثر به پایان رسید. به حال طوفانی بود، طوفان پیروزی. واقعا روزی که به ایران برسیم اونجا اون طوفان بزرگ و حتما آقای شمس هم کاری خواهند کرد. اما کار دیگری داشتم به نام که شعرش از شاعر عزیز اشرفی دکتر محمد قرایی، به نام زن جنگاور. مشت زن جنگاور تبل خطر میکوبد، که بازم آهنگ بسیار زیباش از آقای شمس. بعد کار دیگری داشتم که در همین 8 مارس در مراسم روز زن اجراش کردم، که باز شعرش از شاعر عزیز علیرضا خالو، شاعر اشرفی، و آهنگ بسیار زیباش از آقای شمس به نام بسا در گور کردی واژگانم را، جویدی با جنونت استخوانم را، به نام آری من انقلابم. اینا کارهای موسیقیایی بوده که انجام دادم، و خب بالاخره در حد توانم تونستم در هر تظاهراتی باشم، چون ما روزهای بسیار سختی رو و خوشبختانه امیدوار کننده ای رو میگذرونیم با حضور مبارزان، با وصل این کارهای خارج از کشور به داخل، و این پیوند و این زنجیر همون زنجیریه که دست و پای این ولایت فقیه خامنه ای جنایتکار رو داره دستش و حتما به بند میکشه، و روزی که در بهار آزادی ایران این زنجیر کشیده ها رو در دادگاه خواهیم دید که دادخواهان در اون دادگاه خواهند بود.
به امید همون روز، البته که اون روز خیلی خیلی نزدیکه و چقدر جالب که برای ما گفتید مهمترین کارهاتون رو البته ما دیدیم تو مراسم‌های مختلف که علاوه بر اینها با همون شور و حال همیشگی و پاره کردن عکس‌های منحوس سران رژیم شما حضور داشتین، ترانه‌های مختلفی رو اجرا کردین و امیدواریم که در سال جدید هم پربارتر از همیشه قطعاً که همینطور خواهد بود و ما هم که مشتاق‌تر هستیم برای شنیدن آثار درخشان شما. فرصتی هست خانم شاکری آغاز سال جدید برای اینکه در رابطه با موضوع هنر صحبت کنیم و از شما بخوایم که بفرمایید چه صحبتی با هنرمندان هموطنمون دارید در نوروز 403. مسئله هنر شما خودتون میدونین اینقدر این رژیم هنر و هنرمندا رو مسئلهش رو پیچیده کرده. خب طبیعتا خاصیت این گونه نظام هاست که هنر براشون پروپاگانداست، یعنی وسیله برای پروپاگاندای خودشون. به همین علت این مسئله خیلی پیچیده شده که حتما به وقت بسیار زیادی احتیاج داره برای باز کردن این مسئله. اما هنرمندان میگم اینقدر پیچیده شده که من وقتی بگم هنرمندای داخل، هنرمندای داخل چند هستن، هنرمندای حکومتی هستن که در هر شرایطی اگر تمام خیابونهای ایرانم خون بگیره بازم اینا میچسبن به حکومت برای منافعشون، نام و نان، یعنی باور هم نیست، فقط نام و نانه و در کنار اونا هستن بدون اینکه کوچکترین توجهی بکنن به درد و داد و دل داغ مادران و پدران داغدار، فقر و گرسنگی و کودکان بیکار و تمام معضلات این زندان، این همه زندانی هست، اونا که اصلا به کنار. بخش دیگری داریم که هنرمندای وسطن. اون هنرمندای وسط بعضی وقتا ببینن که مثلا کفه ترازو این وره میان این ور، بعد دوباره بعد از این مدت دوباره میرن اون ور. این که یه ذره پیچیده است مسئلش. اما حالا ما هنرمندایی داریم که خب خود شما میدونین حتما، من خودم باشون در تماسم به حال در ایران، واقعا بچه های هنرمندی هم واقعا به فکر مردمن، کارهای زیبا میکنن، کارهای معترض میکنن، اما مافیای حکومتی نمیذاره. یعنی دستای این بچه های هنرمند بسته است در ایران چون مافیای حکومتی نمیذاره اصلا اینا کوچکترین کارشون ارائه بشه و اگه کاری هم ارائه بدن یا میگیرنشون یا تو زندانن یا به هر حال میبینین دیگه، یا باید سکوت بکنن. نمونه هاشو داشتیم. اینه که من به عنوان کسی که هنرمندی که به هر حال همه ی توانمو در حد تواناییم، در حدی که میتونستم گذاشتم که صدای درد مردم ایران باشم و صدایی باشم برای دادن امید به اونها، در کنارشون باشم، چون باید پاسخگو باشم. یه روزی این خانواده ها از من میپرسن، میگن تو چیکار کردی اون موقعی که بچه های ما رو تیکه تیکه میکردن اینا، تو کجا بودی؟ میرفتی رو سن فقط میخوندی بشکن و بالا بنداز، پول میگرفتی شهرت پیدا بکنی. اینه که حرفم به هنرمندای و شما میبینی خودتون تو خود مقاومت ایران هنرمندا چجوری دارن کار میکنن، هنرمندای اشرفی تو خود اشرف چگونه واقعا رزمنده های هنرمندن. یادم میاد که یک بار به از یکی از بستگان یکی از این هنرمندای اشرفی پرسیدم که گفتم که خیلی پسرت، میدونم که نباید الان اسمشو چون اینا دوست ندارن اسمشون گفت، میگن منیت ما مطرح نباید بشیم. حالا گفتم که خیلی من صداشو دوست دارم، چقدر صدای خوب، چقدر کار موسیقیایی زیبایی میکنه. اون خیش اون هنرمند که در آلبانیه به من گفت اول یک رزمنده است بعد هنرمند. و این همیشه برای من مثل یک گوشواره تو گوشمه، یه هنرمند در این شرایط در ایران آزاد، خب اصلا یه فضای دیگه است، اون تعهدمون به کار و ارزش‌های هنری خواهد بود و طبیعتاً مسائلی که دور و بر می‌زنه. اینه که تنها حرفی که میتونم بزنم
به کسانی که کار هنری میکنن خارج از کشورم که الان میبینین دیگه چپ و راست کنسرت این ور اون ور و دبی و ترکیه و این ور اصلا انگار مردم در ایران دارن زندگی میکنن، زندگی نمیکنن در حقیقت، در اسارتن. اینه که اونا هم که خب تکلیفشون معلومه، شاه و شیخ هم که پنجه در پنجه همینجور میتازن رو صحنه ها. بنابراین حرفم فقط با اون هنرمندایی که دلشون برای مردم میتپه، دلشون برای آزادی میتپه. بنابراین در این نوروز امیدوارم که این سبزه ها، این سمبول های نشانه آزادی و امید و زندگی، این تصاویر عزیزای ما همچنان این عزیزان هنرمندی رو که متحدانه دارن حالا در گوشه های زیرزمین ها در خونه هاشون دارن کار میکنن، اینها رو همینجور بالنده نگه داره و رشد بده و کمک بکنن به اون هنرمندانی که رو پشتشون رو کردن انگار نه انگار اتفاقی در ایران داره میافته. تنها آرزوم اینه که همه برگردن به طرف مردم. خیلی خیلی متشکرم خانم شاکری، ممنونم از همه صحبت‌هاتون، صحبت‌های بسیار ارزنده و دردمندانه شما، به خصوص در این شرایطی که هستیم و خبر از دردهای یک هنرمند مسئول و متعهد داره. خانم شاکری عزیز، البته معمولاً اینجوری رسم نیست که کسی درخواست عیدی بکنه، اما نمیشه که ما خدمت شما برسیم در کنار این سفره هفت‌سین زیبا، صحبت‌های شما رو گوش کنیم، اونم در نوروز 403، و ازتون خواهش نکنیم که به ما و بینندگان ما عیدی بدید. خواهش بکنیم که یکی از کارهاتون رو به مناسبت نوروز 403 اگر که امکانش باشه و اجرا کرده باشین تقدیم کنین، تا به این ترتیب این گفتگو هم حسن ختامی داشته باشه و همین که ما هم بهره‌مند بشیم از این کار زیبا. عیدی که واقعا اون عیدی اصلی اون موقعی که هممون تو ایران باشیم، اما یک کاری رو حتما با کمال میل در اختیارتون خواهم گذاشت که این فکر میکنم 17-18 سال پیش باز از آهنگسازش آقای محمد شمس به نام کنه شادی، این خیلی نوروز که میشه خودم خیلی این حس رو دارم، این شعر خیلی حس منه واقعا، با تمام امید و آرزو و همه این چیزا، تمام سمبول های بهارانه، اما سعیم هم میکنم که تمام این مراسم نوروز رو برگزار کنم، اما دلم واقعا در اون زندان بزرگ با مردم میتپه. بنابراین این شعر رو، این ترانه رو تقدیم میکنم بهتون و بدونین که دل من با همه شماست، دلم برای همه مردم ایران میتپه، برای مادرها، برای زندانیا، برای پدران، برای کودکایی که الان حتی سرپناه ندارن، بچه های بلوچستان که تو آب دارن غرق میشن. به هر حال نوروز خجسته باشه، بهار آزادی نزدیکه و این کار رو به نام کنه شادی در اختیار شما میذارم. بی نهایت سپاسگزاریم، خیلی متشکریم از شما که به رغم همه مشغله ها لطف کردین و در این گفتگوی نوروزی شرکت کردین، و امیدواریم که سالی پر از موفقیت داشته باشین، همراه با سلامتی و سلام ما رو هم به همه عزیزان برسونید. متشکریم از شما خانم شاکری. سپاسگزاری میکنم از شما، گفتین سلامتی و سلام رسوندن، سین سرنگونی هم یادمون نمیره ها، این سین سرنگونی از همه مهمتره. بله بله، سین اصلی سین سرنگونیه. خیلی متشکریم از این یادآوری، زنده باشین خانم شاکری، موفق باشی و خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، متشکریم که با ما همراه بودین با این گفتگوی نوروزی، همراه با خانم گیسو شاکری، هنرمند مقاومت، و همینطور که ایشون عیدی بسیار ارزشمندشون رو تقدیم شما هموطنان عزیز کردند، با هم میبینیم و میشنویم موزیک ویدئوی کنه شادی رو.
میشه سبز این شب، در کنه شادی شگفتا شگفتا، دل من به یاد قفس میزند. جهان در تب روحی خود به فریادهای کبیری به امید فریاد رس می زند. در آنجا که نبض جهان در تب روحی خود به فریادهای کبیری به امید فریاد رسمی زند. در آنجا که در خاک و خاکستر و خون هنوز آرزوها نفس می زند. عشق پاک برهنه لب تشنه جان می سپارم، ولی کن ز دست اساس آب پس می زنم. سبز این شهر در کنه شادی شگفتا شگفتا، دل من به یاد قفس می زند. جهان در تب روحی خود به فریادهای کبیری به امید فریاد رس می زند. در آنجا که نبض جهان در تب روحی خود به فریادهای کبیری به امید فریاد رسمی زند. در آنجا که در خاک و خاکستر و خون هنوز آرزوها نفس می زند. عشق پاک برهنه لب تشنه جان می سپارم، ولی کن ز دست اساس آب پس می زند. دل من به یاد قفس می زند.